دیدبان حقوق بشر سرکوب مداوم مسلمانان از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در جامو و کشمیر را محکوم کرد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. دیدبان حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی هند به اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه در جامو و کشمیر از جمله بازداشت خودسرانه، قتل‌های فراقانونی و سایر تخلفات جدی ادامه می‌دهند. این سازمان در ادامه افزود که مقامات هندی به دنبال توجیه تخلفات خود با ادعای کاهش چشمگیر خشونت سیاسی در منطقه در 5 سال گذشته و کاهش تلفات غیر نظامیان و پرسنل امنیتی هستند. این در حالی است که 15 سرباز و 9 غیر نظامی از ماه ژوئن در منطقه‌ای که اکثر جمعیت آن مسلمان هستند کشته شدند. به گفته این سازمان حقوق بشری 5 سال پس از لغو وضعیت ویژه این منطقه در 5 اوت 2019 دولت هند همچنان آزادی بیان و اجتماع را در جامو و کشمیر محدود می کند. میانکشی گانگولی معاون مدیر آسیایی دیدبان حقوق بشر در این زمینه گفت مقامات هندی بر مهار خشونت در جامو و کشمیر اصرار دارند. اما آنها در 5 سال اخیر برای پایان دادن به تهاجم دولت به آزادی‌های اساسی کاری انجام ندادند. این سازمان خاطر نشان کرد که کشمیری‌ها نمی‌توانند از حق خود برای آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کنند، چرا که می‌ترسند بدون محاکمه برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها دستگیر و به زندان انداخته شوند. در این بیانیه آمده است که صدها کشمیری از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر تحت بازداشت شدید و قوانین ضد تروریسم در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس گزارش دیدبان حداقل 35 روزنامه‌نگار در کشمیر از آگوست 2019 با بازجویی‌های پلیس، یورش، تهدید، حملات فیزیکی، محدودیت در آزادی و فعالیت‌ها یا ساختن پرونده‌های جنایی به دلیل گزارش‌هایی که بر اساس شغل خود تهیه کرده‌اند مواجه شدند. دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، پیرامون این خبر مهمان ما هستند. آقای دکتر روشندل، سلام و عرض ادب. عرض سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان محترم. ممنونم. جناب دکتر روشندل، برای احقاق حقوق مسلمانان جامو و کشمیر در هند و وادار کردن دولت هند به رعایت حقوق اولیه آنان، چه راهکارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی و همچنین توسط کشورهای اسلامی وجود دارد؟ بفرمایید. بله، خیلی متشکرم از سوالتون و خبری که اعلام فرمودید. خدمت شما عرض کنم اگه ما بخوایم یه تصویر خیلی دقیق از وضعیت جامو و کشمیر ارائه بدیم، این رو باید در نظر بگیریم که با توجه به مساحتی که حدود 101,000 کیلومتر مربع داره و نزدیک 15 میلیون جمعیت، اکثریت این جمعیت مسلمان هستند. میشه گفت بیش از 70% مسلمان هستند و دولت هند بزرگترین نگرانش اینه که با توجه به ترکیب جمعیتی که به نفع مسلمانان هست، دولت هند در سال 2019 یک لایحه از قانون اساسی رو که در واقع استخراج کرده بودند، لایحه 370 بود، بند 370 از قانون اساسی، که یک نوع خودمختاری رو به مردم کشمیر میداد که اینها بتونن پرچم خودشون رو داشته باشن و در واقع قانون اساسی خودشون رو داشته باشن. نوعی خودمختاری زمینی رو به رسمیت میشناخت که در سال 2019 دولت هند اون رو لغو کرد و دادگاه عالی هند هم در سال 2013 اون رو به طور کامل از دستور کار خارج کرد. نکته‌ای که اینجا خیلی وجود داره و ما باید بهش توجه کنیم اینه که دولت هند در سال 2020 هم حدود 32 هزار خارجی رو به عنوان مهاجر وارد این کشور این بخش کرد که غیر مسلمان هستند. هدف هند تغییر ترکیب جمعیتی به ضرر مسلمان ها هست که به تدریج بتونه در آینده
اون رو با یک انتخاباتی که میتونه دستکاری بشه و به ضرر مسلمان‌ها تموم بشه به تدریج زمینه خاک خودش بکنه. البته آقای مودی نخست وزیر فعلی هند که قبلا هم نخست وزیر بودن، ایشون دلیل این حضور خارجی ها رو کمک به توسعه و پیشرفت منطقه کشمیر اعلام کردن. ولی مطالبی که الان شما فرمودید در رابطه با سوال مشخص، من با این مقدمه ورود میکنم به اینجا که خب چه باید کرد. دولت پاکستان دو تا اقدام میتونه انجام بده. یکیش در سطح بین المللیه که معمولا آرای دیوان بین المللی نظارت داره بر این نوع اختلافات بین المللی زمانبر هست. ولی نکته که میشه گفت در سیاست داخلی باید چیکار بکنه، دولت پاکستان باید از سیاست‌های هند برای تغییر ترکیب جمعیتی جلوگیری بکنه و ظرفیت‌هایی رو در اینجا ایجاد بکنه که کرسی‌های پارلمانی رو در اونجا قرار بده که بتونه حاکمیت ملی خودش رو در اون بخش تثبیت بکنه. مطلب بعدی، راه حل بعدی اینه که پاکستان میتونه از کشورهای قدرتمند یا ثروتمند اسلامی دعوت بکنه برای سرمایه‌گذاری یا به نوعی ایجاد مناطق آزاد تجاری در منطقه کشمیر که به تدریج موازنه قدرت رو به نفع جامعه مسلمانان در اینجا تغییر بده. بله. مطلب بعدی اینه که خارج کردن این بخش، یعنی بخش کشمیر، از فضای امنیتی نظامی که همواره تنش سریع ایجاد میشه، از اون حالتش به تغییرش بده به سیستم اقتصادی که فرصت‌های اقتصادی کمک میکنه که حساسیت‌های دولت هند در زمینه امنیتی نظامی هم خارج بشه. نکته آخر اینجا هستش که من تصورم هست با توجه به تداوم این وضعیت، اگر پاکستان نتونه راه حلی برای جلوگیری از دستگیری و کشتار مسلمان‌ها در کشمیر توسط دولت هند ایجاد بکنه، طبیعتاً زمینه برای رشد یک نوع طالبانیسم در کشمیر فراهم بشه که دست دولت هند رو برای حضور نظامی در اونجا بیشتر بکنه. بنابراین من روی ابتکارات دیپلماتیک فکر میکنم پاکستان قدرت مانور بیشتری داره و مواردی که عرض کردم اینه که باید پاکستان در این شرایط متوجه بشه که هر نوع برگزاری انتخابات با مخالفت هند مواجه خواهد شد و پاکستان هم سیاست‌های دوراندیشانه ای رو با توجه به مواردی که عرض کردم باید در پیش بگیره. ممنونم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.